خداوند تو قرآن وعده داده قومی خواهند آمد که از دین خدا پاسداری میکنند. حوادث اخیر شباهت بسیار زیادی با وقایعی که در زمان امیرالمؤمنین اتفاق افتاد داره، البته با دو تفاوت شاخص: تفاوت در عوام و تفاوت در خواص. ببینید، 25 سال از وفات پیامبر گذشته. مردم تو این 25 سال انواع و اقسام مفسده ها، تبعیض ها رو دیدن، به حدی که رو آوردن به حضرت علی و از علی خواستن که بیاد حکومت کنه. اینجا معاویه احساس خطر میکنه و میدونه با اومدن علی با اون همه شایستگی که داره ممکنه جایگاه خودش رو از دست بده. لذا معاویه با مشاور همیشگی خودش عمرواس مشورت میکنه. عمرواس به معاویه میگه پس معلومه تو هنوز مردم رو نشناختی. جهل مردم از ذوالفقار علی بسیار برنده تره. ما سحر و جادو چه داریم که اعجاز ذوالفقار علی باطل کنه؟ جهل جماعت را. و به معاویه میگه که دستور بده که مردم در میدان شهر جمع بشن تا براشون صحبت کنی. وقتی اینا جمع میشن توی میدان شهر، عمرواس از معاویه میخواد قبل از اینکه شروع به صحبت بکنه چند کلمه‌ای با مردم صحبت کنه. همه مردم نشستن و معاویه هم در کنار مردم نشسته و نگاه به عمرواس میکنن. اینطوری شروع میکنه که مردم، من با همین گوشهای خودم و با چشم خودم از پیامبر اسلام شنیدم که هر کس زبان خودش رو به بینی خودش برسونه بهشت بر او واجب میشه. یه لحظه نگاه به معاویه میکنه، میبینه خود معاویه جلوتر از همه مردم داره سعی میکنه زبونش رو به سمت بینی خودش برسونه. و اینجاست که عمرواس به معاویه میگه تو که میدونستی من دارم دروغ میگم باور کردی، میخوای مردم باور نکنن؟ اینه که میگم جهل جماعت از شمشیر علی هم برنده تره. ولی الان نگاه کنید، مردم با این همه هجمه‌ای که از طرف رسانه‌های معاند و دروغ پردازی‌های دشمن بمباران دارن میشن، پشت ولیشون خالی نکردن. اما تفاوت دوم در مورد خواص زمان حضرت علیه. در جنگ صفین، زمانی که مالک اشتر به یک قدمی درب خیمه معاویه رسید و اگر ادامه میداد مسیر تاریخ عوض میشد، اینجا باز عمرواس حیله کرد و وقتی عرصه رو تنگ دید دستور داد قرآن بر سر نیزه ها کنند. وقتی که لشکریان حضرت علی با این صحنه مواجه شدند، گفتند ما داریم با کی می جنگیم؟ داریم با قرآن می جنگیم، با مسلمان ها می جنگیم. و اونجا بود که مالک در اومد، گفت که قرآن ناطق علیه. تو بر نیزه ها قرآن نمی بینی؟ قرآن ناطق علی، ما با قرآن نمی جنگیم ماله. اونجا هم خواص پشت ولی خودشون رو خالی کردند و در مقابلش ایستادند. پس نتیجه می گیریم که اگر خواص و عوام جامعه وظایف خودشون رو به موقع انجام بدن و پشت ولی خودشون رو خالی نکنن و فریب حیله ها و نیرنگ های دشمن رو نخورند، میتونن مصداق همون وعده خدا باشن که خداوند فرمود قومی میان که از دین من پاسداری میکنن. و انشاءالله این قوم همون قومی خواهد بود که به فضل و یاری خدا از همه مشکلات و موانع عبور کرده و پرچم رو به دست صاحب اصلی خودش، حضرت صاحب زمان، میده.